مهمان من که در سالهای قبل از انقلاب ایران علیه حکومت شاه فعالیت میکرد در بحبوحه انقلاب به ایران برگشت و در کنار حرفه پزشکی فعال تمام عیار سیاسی شد. او حالا 30 سال است که عضو شورای ملی مقاومت است و اگرچه مجاهد خلق نیست ولی بارها به اردوگاه اشرف رفت و آمد کرده و برای حفظ آن در عراق فعال است. چرا شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق میخواهند اردوگاه اشرف را حتی به قیمت خون همرزبان خلع اصلاح شده خود نگه دارند؟ آقای کریم قسیم، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. سلام به شما. آقای قسیم، ماه گذشته اردوگاه اشرف شاهد صحنه‌های بسیار دلخراشی بود. 34 نفر کشته شدند و اولین بارم نبود که این اتفاق می افتاد. عقل سلیم حکم میکنه که عراق بعد از صدام حسین جای امنی برای مجاهدین نیست. چرا فکر میکنید رهبری مجاهدین تلاشی برای خارج کردن اعضاش از عراق نکرده تا این 7-8 سال گذشته؟ مسئله اشرف و حضور اشرفی ها در عراق از سالیان دراز هستش و یک سال و دو سال اخیر نیست. شهر اشرف، من ترجیح میدم شهر اشرف، برای که دیگه اونجا اردوگاه نظامی نیست، بلکه از 8 سال پیش مبارزان بی سلاح اونجا زندگی میکنن و از 25 سال پیش که در عراق هستن، از جمله در این قرارگاه سابق و شهر کنونی، چون الان به صورت یک شهر مصفا و بسیار زیبایی تغییر یافته، ساخته شده توسط اشرفی ها، از قوانین متعدد بین المللی و حتی از قوانین متعدد داخلی عراق برای حضور در اونجا، برای ادامه زندگی و فعالیت در اونجا در چارچوب قانون برخوردار هستش. آن چیزی که شما اشاره کردید در مقدمه به قیمت خونریزی، اشرفی ها و شورای ملی مقاومت، آنچه که من میدونم و از تجربه 30 ساله میدونم، به ریختن یک قطره خون مبارزانشون هم راضی نیستن. مطمئن باشید که برای نگهداری تک تک این افراد از همه چیز حاضرن مایه بذارن، کما اینکه الان هم به هر دری میزنن که مجروحانشون که بیش از 300 نفر هستن، این مجروحان رو به پزشک برسونن. ولی آقای قسیمی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، شما قبول دارید که اولین بار نبود که این اتفاق افتاد؟ بار دومه که این جنایت انجام میگیره. بار گذشته هم عده‌ای کشته شدن. بله. و قبول دارید که ممکنه این اتفاق باز هم بیفته به دلیل اینکه نظامی که حاکم بر عراق نمیخواد قانونی نیست. نمیخواد، من نمیدونم قانونی هست یا نیست. نمیخواد که سازمان مجاهدین در اونجا باشن و میخواد که اینا از کشورش خارج بشن. شما اگر در نتیجه اتفاق ممکنه باز هم بیفته. سوال مشخص من این بود که چرا رهبری مجاهدین تا حالا تلاشی برای خارج کردن عراق نکرد؟ صبر بفرمایید، حتما خواهم گفت. واقعیت اینه که مجاهدین در امر مسائل اشرف فقط به فقط در چارچوب قوانین داخلی و بین المللی کار میکنن. ناظر بر فعالیت های مجاهدین بالاترین مقامات حقوقدان بین المللی و از جمله تعداد زیادی از حقوقدانان عراقی هستند، یعنی مشاوران مجاهدین، مشاوران اشرفی ها افراد صرفا سیاسی یا مبارز نیستند، بلکه حقوقدانان درجه یک داخلی و بین المللی هستند. شما نام پروفسور داوید در بلژیک رو شاید شنیده باشی. ایشون یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان بین الملل هستش و هر گامی اشرفی ها در این سالها برداشتن با مشورت و در واقع گرفتن نظریه کارشناسی از این حقوقدانان بوده. ولی با وجود این سرکوب شدن آقای قشنگ، اجازه بدید، باید برید سراغ دولتی که قرار بود دولت دموکراتیکی باشه و ایالات متحده سیستم قبلی رو سرنگون کردن برای که یک دموکراسی در گیومه البته بیارن سر کار. این چه دموکراسیه که با تانک و زره پوش و 2500 نفر آدمی که تا دندان مسلحه به یک کمپ پناهندگان ایرانی حمله میکنه و تعداد زیادی، اگر اینها نایستاده بودن آقای فانی، آمده بودن که کل این قرارگاه رو با 3500 نفر صاف کنن. دستور این بود. چندی پیش در همین لندن
دوستان ما یک کنفرانس مطبوعاتی داشتند، یک کنفرانس مهمی داشتند و اسناد سری رو اینجا منتشر کردن، دادن در اختیار خبرنگاران گذاشتن. شاید شما مطلع باشید که نشون میده عاملین این طرح و آمرین این طرح در درجه اول در سپاه قدس و در دستگاه رژیم جمهوری اسلامی و آمرین و عاملین میدانیش در اتاق آقای مالکی هستش. بنابراین صحبت از این نکنیم که پاسیف حرف بزنیم، اینا کشته شدن یا میشوند. اینها را کشتند، اینها رو با زور نظامی کشتن. آقای قاسم، این اتفاقا این استدلال را به مراتب محکم‌تر می‌کنه که بایستی اعضای مجاهدین خارج میرسم خدمت شما. اگر که میرسم. با تمام این اتفاقی که افتاد، کشته شده اینا در سطح جهانی محکوم شد و همه اینو محکوم کردن به عنوان جنایت علیه بشری، حالا به هر دلیلی به هر عنوانی که هست، ولی محکوم شد. همه این رو محکوم کردن، حتی اونایی که مخالف مجاهدین بودن هم اینو محکوم کردند. ولی با این حال این سوال کماکان مطرحه که این اتفاق باز هم میتونه بیفته. شما خودتون گفتین که اینا قصدشون این بود که تمام اردوگاه رو به خاک یکسان بکنن، همه 3500 نفر بکشن. چرا نتونستن؟ به خاطر مقاومتی که در مقابل این با دست خالی شد. شما فکر نمی‌کنید رهبری مجاهدین مسئول در قبال جان اینها؟ هیچ وجه. جنایتکار جانی مسئول یک جنایته، نه مقتول، نه کشته شده. ولی اگر اینها رو در دم توپ نگه دارن و آماده نگهشون دارن که بیان بکشنشون، چه کسی مسئول؟ اگر همین الان یک واحد توپ و تانکی وارد یک کمپ پناهندگان در انگلیس بشه، مسئول کیست؟ پناهندگان هستن؟ یا مسئول کسانی هستن که خلاف تمام قوانین داخلی و قوانین بین المللی یک چنین جنایتی رو طراحی میکنن و با غمز عین قدرت‌های جهانی اجرا میکنن؟ مسئول کسانی هستند که بسیاری از قوانینی که قوانین حفاظت مجاهدین، قوانین پناهندگی، اصل مقدس R2P Responsibility to Protection، این یک اصلیه که برای تمام ابنای بشر معتبره و نیروی آمریکایی‌ها در همون نزدیکی بودش. اینها روز قبلش با وجودی که میدونستن لشکرکشی شده، 5 روز قبل لشکرکشی شروع شده بود. خیلی خوب. حالا اجازه بفرمایید نه من باید به پرسش شما جواب بدم. خب اگه لطف کنید جواب. از 8 سال پیش رهبری مجاهدین، از 8 سال پیش، از 2003، از زمانی که قرارداد سلاح در مقابل حفاظت رو امضا کردن، طرفین امضا کردن، آمریکایی‌ها و مجاهدین، از همون موقع به معاون فرماندهی کل نیروهای ائتلاف که این قرارداد رو امضا کرد گفتن اگر شما نمیتونید حفاظت ما رو به عهده بگیرید، اگر توانایی رو و یا به هر دلیلی مایل نیستید، ما رو بایستی در حفاظت قانون به جای دیگه ای منتقل کنید، یا به آمریکا یا به اروپا، به کشورهای دموکراتیک، نه به جایی که جان و مال و زندگی ما در خطر هستش، یعنی در ایران که حاکمش ولایت فقیه هستش. مسئله این نیست. از اون زمان تا کنون که 8 سال میگذره، آقای فانی، هیچ سالی و هیچ فرماندهی، تعداد فرماندهان آمریکایی‌ها در عراق چندین بار عوض شده، تا آخرین فرمانده، تا جنرال پتراوس و تا بعدی، اگر اشتباه نکنم، نیک تاکن، یک فردی به این نام، جنرالی به این نام، هر بار که جنرال و فرماندهی عوض شده، آن نامه و آن مشخصات که آقا اگر نمیتوانید ما حاضر به خروج هستیم، حاضر به رفتن هستیم، آخرین بار هم قبل 2 روز قبل از این کشتار بوده. بسیار. فرماندهی به آمریکایی‌ها اطلاع داره ما را منتقل کنید، خطر جنگه، حمله میکنن، کشتار میکنن. بسیار خوب آقای قاسم، شما جواب منو دادید، ولی کماکان من یک سوال دیگه شما میکنم و اون اینه که شما میگین که دولت آقای مالکی جنایت کرده و علیه بشریت، آقای جنرال وسلی کلارک میگویند جنایت جنگی کردن. بسیار خوب، حالا به هر شکلی، و امریکایی‌ها هم که ضامن حفاظت از مجاهدین بود هم اغماز کردن در این زمینه، این اتفاق باز هم میتونه بیفته. برنامه سازمان مجاهدین خلق برای اردوگاه یا شهرک اشرف چیه در آینده؟ خانم رجوی در سخنرانی بزرگ داشت شهدای این حمله در محل اوور، اگر مطالعه کرده باشید، صریحا گفتن ما به این زمین نچسبیدیم، ما برای آزادی ایران اینجا هستیم، ما به این زمین نچسبیدیم. اگر نمیتوانند قوانین بین المللی رو، اگر نمیتوانند حفاظت اشرف رو تامین کنند، اگر نمیتونن به قوانینی که ما از آن برخوردار هستیم و به صورت کتبی تک تک اعضای شهر اشرف کارت مربوطه رو دارن به امضای آمریکایی‌ها، اگر نمیتوانند اجرا کنند،
هواپیما بیارن با خرج خودمون ما را ببرن. آقای فانی، مسئله انتقال اشرفی ها مسئله نیستش که هر کسی توریست، اینا نیستن که هر کسی از یه طرف بدوه و فرار کنه. اینها پهلوانان آزادی ایرانن، اینا به سنت آزادی خواهان باستانی ایران در اونجا هستن، همونطور که سیاوش در توران بود شهر ساختن، یک سنت باستانی ایرانیان رو بازسازی و از نو ساختن. تمام اینها با خودش حقوقی میاره در قوانین مدنی عراق، ساختن یک شهر، ساختن یک خانه به نام اعیانی افراد رو صاحب حقوقی میکنه و اینها یک شهر ساختن. سال به سال این شهر آبادتر شده، الان هر کس اونجا میره صحبت از بهشت میکنه. بسیار خوب، حالا اگر به استناد تمام این صحبت‌ها شما میکنید، احیانا قوانین بین‌المللی به حال عراق مجبور میشه که این قوانین رو رعایت بکنه. من میتونم ده ها قانون بین‌المللی اینجا برای شما بشمارم، مدرکشم همراه بودم. تردید ندارم که این قوانین وجود داره در مورد پناهندگان همه دنیا وجود داره، حالا بحث این که اینها پناهنده هستن یا نیستن، بالاخره اینها مسلماً پناهنده، حداقلش اینه که آمریکایی‌ها به حال سند حفاظت شدن، متعهد شدن که محافظ این جان این حرف این اعضا باشن. بله. خب حالا بر فرض که این قوانین رعایت بشه و اینها در اردوگاه اشرف یا شهرک اشرف به قول شما بمونند، یک ارتش 3500 نفری خلع سلاح شده در یک محوطه محدود میخواد چه جور مبارزه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران از پیش ببره؟ مبارزه ای که تا اون موقعی کرده، مبارزه ای که اگر به ضدش توجه کنید دشمن اینقدر ازش حراس داره که تمام نیروی قدس رو صرف این میکنه، تمام سپاه قدس رو که در واقع یک روزی قرار بود از راه کلبرا به قدس برن، این همون سپاهه. الان بخش عظیمی از عراق رو در اشغال و تصرف سیاسی و عملیاتی خودش گرفته و این طرح جنایتکارانه رو ریخته در تهران و عاملین بغدادی چون رو برای اجرا به میدان فرستادن. همین تلاش خستگی ناپذیر ولایت فقیه برای از بین بردن اشرفی ها، برای از بین بردن اشرف، اونها به هیچ وجه نمیخوان اشرفی ها زنده بمونه یا در حفاظت جابجا بشن. اونها اشرفی ها رو میخوان از بین ببرن آقای فانی. خب میخوان نابود کنن، بکشن. سوال مشخص من این بود که این افراد در کمپ اشرف 3500 نفر آدمی که خلع سلاح شدن و در گذشته شعارشون این بود که به شکل مسلحانه میخوان برن و رژیم جمهوری اسلامی ایران رو گذشته سرنگون کنن، حالا که سلاح دستشون نیست، خلع سلاح شدن و در یک محوطه ای هستن که مسدود به قول محاصره نظامی 28 ماه، اینها چه نوع مبارزه ای میتونن از پیش ببرن علیه جمهوری اسلامی را؟ صرف حضور اشرفی ها در اونجا به عنوان نماد مبارزان آزادی، همونطور که در داستان های باستانی شاهنامه اگر بخونید سیاوش در قربت دور در توران مایه افتخار، مایه هیجان و مایه مبارزه خواهی و آزادی خواهی ایرانیان بود. برای همینم هم بود که شاه توران با وجود این فرد رو مهمان کرده بود، سند مهمانی داده بود، زمین بهش داده بود و اون اونجا شهر ساخته بود، سیاوشگرد، شهر سیاوش، لشکر کشیدن و فردی که دست به سلاح نبرده بود اونجا گردن زدن. برای چی؟ برای تشعشع اثراتش، برای تأثیر بخشی. شهر اشرف در نزدیک 100 کیلومتری ایرانه، جوانانی که از ایران به این شهر میپیوندن، خانواده هایی که تحت تاثیر این شهر هستند، زمزمه آزادی خواهی، دموکراسی طلبی و جدایی دین از دولت که از طرف این شهر در میان کل جامعه عراق پخش میشه، بنیادگراها رو البته ناراضی میکنه و بنیادگراها نیرویی نیستند که به خیال ایالات متحده یک نظام دموکراتیک و قوانین مربوطه رو رعایت کنن. شما فکر نمیکنید آقای قاسم که اگر این افراد از عراق خارج بشن در کشورهای اروپایی یا جای دیگه، حداقلش اینه که میتونن به طور خیلی علنی‌تر و راحت‌تر و آزادتر فعالیت سیاسی بکنن تا اینکه در کمپی بمونن که محاصره شده؟ تا اونجایی که من مجاهدین میشناسم و الان بیش از 30 سال با اونها آشنایی دارم، اونها نه خاک عراق اونها را از مبارزه وامی داره، نه سرزمین و سختی یک جایی در دنیا، هر جا باشن اونها از استرالیا تا ایران هستن و همه جا همه جور سختی رو به تن خریدن برای پیشبرد امر آزادی و رسیدن به اون هدفی که 30 سال ازش دست نمیکشن. ولایت فقیه نه، حرف اونها با ولایت فقیه همون حرفی است که جوانان ایران، جوانان قیام در خیابون ها میگن. چی میگن؟ اونها میگن مرگ بر اصل
ولایت فقیه. بسیار خوب آقای قاسم، شما میتونین بگین که اعضای سازمان مجاهدین و تمام کسانی که در اردوگاه اشرف هستند یا شهرک اشرف هستند، اینها مثل هر جای دیگه کاملا آزادن، دسترسی به اینترنت دارن و ماهواره دارن و مثل هر جای دیگه آزادانه زندگی میکنن؟ از بزرگترین مراکز اینترنت و کامپیوتر کل اپوزیسیون ایران شاید بزرگترینش در اشرف هستش. و اینها آزادانه هر موقعی که اراده بکنن میتونن پاسپورتشون رو بردارن و خارج بشن؟ نه خیر، به خاطر که عراقی ها نمیگذارن. دستگاه عراق، سازمان مجاهدین مزاحم نمیشه؟ سازمان مجاهدین وارد شدن بهش سخته، خروج ازش بسیار آسونه. من پاسدارانی بسیاری از کسانی که از سازمان مجاهدین خارج شدن داستان های کاملا متفاوت. بعد از خروج دیگه، بعد از اینکه جدا شدن. بله دقیقاً. اینها تمام این سختی هایی که سازمان مجاهدین کشیدن، حتی بسیاری از اونها صحبت از این میکنن که در زندان بودن به دلیل اینکه مخالفت کردن با رهبری سازمان مجاهدین. بهتره که آدم بره از کسانی که اندکی بی‌طرفی رو میتونن داشته باشن بپرسید، از ایالات متحده و از سرویس های هفتگانه ای که با تک تک مجاهدین اشرفی در خلوت و بدور از شبکه تشکیلات، خارج از اردوگاه، اون زمان اردوگاه و قرارگاه بهش میگفتن مجاهدین، خارج از قرارگاه مجاهدین با تک تک اشرفی ها مصاحبه کردن و خیلی تلاش کردن کل این سیستم را هم باید رو گفت از هم متلاشی کنن، تحت عناوین در باغ سبز و سرخ نشون دادن که نمیدونم میرید به آمریکا، این میگیرید، اون میگیرید، پناهندگی با امکانات میگیرید. یک نفر هم بعد از اینکه یک تقریبا 7-8% رو کندن از مجاهدین، یک نفر از اونها هم البته به خارج نیاوردن. تو همین امروز هم حتی یک مریض رو، یک سرطانی وخیم رو هم به خارج نیاوردن. اما واقعیت اینه که در مراحل بسیار سخت، هر وقت که نبردی در چشم انداز هست، هر وقت که احتمالی میره، تا اونجایی که من میدونم یه سنتی هست در میان مجاهدین که آقای رجوی با اینها جلسه میگذاره و به تک تک اینها میگه به قول معروف چراغ‌ها رو خاموش کنید و هر کس نمیخواد همراهی کنه خداحافظ. هیچگاه هیچ لحظه نمیشه یک نفر رو برای یک نبرد سنگین و سهمگینی سالها نگه داشت. شما غافلید، با دستتون تو این آتش باشه تا متوجه باشید هیچ رزمنده ارتش آزادی بخش مجاهدین رو نمیشد در جنگ ها نگه داشت و به زور نگه داشت، و هیچ فرد، هیچ اشرفی شهر اشرف هم نمیشه. بسیاری از جوانان از داخل کشور، شما سن سال برخی از این شهدا رو ببینید، بسیاری از اینا از ایران آمدن و می آمدن اگر این باز میمون و محاصره نظامی نمی داشت، و چه بسا در سالهایی که ایالات متحده این حفاظت رو به عهده داشت و همچین مشکلاتی وجود نداشت، تعداد زیادی پیوستن و به هیچ وجه مانعی نبود. بسیار خوب. دولت ایران اخیراً بعد از این ماجرای اشرف باز مجدداً اعلام کرده که 90% اعضای مجاهدین هیچ مشکلی ندارن که برگردن به ایران اگر بخوان و کسی هم مزاحمشون نمیشه. تنها یه عده، شاید کمتر از 100 نفر هستن در رهبری مجاهدین که اینها به اصطلاح پرونده های سختی دارن و میتونه مورد از این توطئه های تبلیغاتی 30 سالی که ما زیاد شنیدیم، نه حکم عفو این و اون رو دادن، گفتنش آسونه، ولی پیشاپیش رهبری اشرفی ها فکر این را هم کرده بود. اولین سه امکان رو اینا به بحث گذاشتن. اولینش رفتن به ایران، با ضمانت کتبی آقای خامنه ای، آقا برای اونهایی که طرفدارشن، و ضمانت کتبی سازمان ملل و حضور نماینده سازمان ملل برای مینیمم امنیت و آزادی های دموکراتیک. مینیمم امنیت محل سکونت، امنیت زندگی، عدم دستگیری و او و اگر این امنیت تضمین بشه از طرف سازمان ملل و امضا بشه طرف آقای آنها، بسیار خوب. این که تز اول آقای قاسم، از سه تا تز دیگه خانم رجوی شرایط دیگه ای هم گذاشتن برای این. خانم رجوی میگن که علاوه بر اینکه تغییر با شکنجه و زندانی نشن، این افراد حق آزادی بیان و حق تظاهرات بی قید و شرط هم داشته باشن. بله. به عبارت دیگه، یعنی در واقع رژیم خودش رو تغییر بده، ولی این همونه که مردم الان دو ساله دارن. اگر انتظار دارن که یک عده مبارز آزادی جام برکف بگذارن و وارد اون صحنه ای که همه رو میکشن، زندانیان رو به این صورت وحشتناک مورد تعرض قرار میدن، کهریزک درست میکنن، جوانان خیابان و جوانان قیام رو به سلابه میکشن، در چنین صحنه ای قرار است مبارزان راه آزادی که 30 سال است سابقه مبارزه داره، حداقل 30 سال سابقه مبارزه دارن، بسیاری از اونها به 40 سال هم میرسه، در این سن سال بلند شن خودشونو در اختیار رژیم قرار بدن،
خیلی معذرت میخوام، شما سوالتون جدیه، منم پاسخم جدیه، یا با سازمان ملل یا اینکه آدم بایستی به مبارزه تا ایران آزاد و ایران آزادی ادامه بده. راه دیگه این نیست. راه‌های دیگه ای هم پیشنهاد کرده خانم رجوی، سه تا راه پیشنهاد کرده، شما اطلاع دارید اگه مایل باشید بفرمایید. چه راهی؟ راه دوم اینه که با حفظ حداقل قوانین بین‌المللی و محافظت ایالات متحده یا یک نیروی سازمان ملل یونامی، نیروهای مربوطه این حفاظت رو بدن، محاصره جمع بشه و مجاهدین در اشرف بمونن. راه دیگر هم اینه که انتقال با حفاظت سازمان یافته، ولی اگر خرج داره با مخارج هم خود مجاهدین به عهده میگیرن. بنابراین مسئله اصلی مجاهدین نه ماندن در عراق، نه رفتن به اروپا است، نه رفتن به ایران زیر حاکمیت ولایت فقیه. مسئله اصلی مجاهدین، مسئله اصلی اینجا، همه با هم دست بسته ایم، انگشتان بسته ایم و تمایز عقیده نداریم و با تمام ملت ایران، با تمام آزادی خواها و از جمله با شما، آزادی ایرانه. اگر آزادی ایران رو میخواییم باید به یک صورتی پیکار آزادی ادامه پیدا کنه، در خارج، در اشرف یا در ایران به یک صورتی باید ادامه پیدا کنه. حالا یه انتقادی هم که به سازمان مجاهدین میشه برای اصرارش بر موندن در اشرف، اصراری نیست به هر حال، اصلا کلمه‌ش رو خانم رجوی به کار میبره که ما اصراری نداریم. اصراری نداریم، نه اصراری داریم، اصراری نداریم در اونجا بمانیم. ولی به هر حال ما صحبتش کردیم، ما صحبتش کردیم، به هر حال سازمان مجاهدین 7-8 سال فرصت داشته که ازش خارج بکنه، هیچ وقت نمیتونستن، همیشه با آمریکا گفتن سال به سال. فکر نمی‌کنید نگرانن که اگر که این تشکیلات به این شکل منسجمش که الان وجود داره و در یک طرز اصلا بپاشه؟ بزرگترین بخش تشکیلاتی مجاهدین در خارج از کشوره، از استرالیا تا ایالات متحده، حتی شنیدم که اخیراً در آلاسکا هم رفت آمد می‌کنن. نه، نگرانی از این نیستش. هیچ کس رو نمیشه در این روز روزگار با جبر و زور و زورکی خلاصه در یک سازمانی که این همه خطر داره مبارزه سیاسیش نگه داشت. اینها با عشق و علاقه با آزادی ایران همه خطرها رو میپذیرن. کسایی که نمیکشن خداحافظی میکنن میرن. عرض کردم ورود به سازمان مجاهدین تا اونجایی که من میدونم بسیار سخت، خروجش بسیار سخت. بسیار خوب آقای قاسم. حالا وزیر دادگستری عراق اعلام کرده که تا پایان سال سازمان مجاهدین باید از عراق خارج بشه. خب برنامه سازمان مجاهدین برای یک سال آینده چیه؟ میخواد چه کار بکنه؟ ببینید، حالا فرض کنیم که متوجه شدم که تلاش هایی برای موندنش از طریق اگر دولت عراق اگر قوانین رو رعایت بکنه، اگر به قوانین بین المللی، میدونید که اعتبار یک دولت دموکراتیک فقط به قانون اساسی خودش نیست، بلکه به رعایت و تعهداتی است که در قوانین بین المللی هم امضا کرده و باید مراعات کنه. اگر این دو وجه قانونی رو رعایت بکنید، مطمئن باشید با مجاهدین مسالمت جو هیچ پروبلمی نیست، همه چیزو میشه مذاکره کرد. حتی در دو روز قبل از اینکه این حمله جنایتکارانه فعلی اخیراً انجام بگیره و چند روز قبل از اون حمله جنایتکارانه سال 88، مرداد 88، دولت عراق نمایندگانش با مجاهدین مشغول مذاکره راجع به حل و فصل معضلات بودن، مشکلات بودن، ناگهان صحنه مذاکره رو ترک کردن. این دفعه هم این مسئله زمین رو در واقع مشغول مذاکره بودن. مجاهدین پیشنهاد دادن که آقا این زمین رو که شما مدعی شدید بعد از 40-50 سال مدعیش هستید، ما برای سازمان ملل می‌خریم. شاهد جلسه هم که نماینده یونامی سازمان ملل اونجا بود، از این پیشنهاد بقایت استقبال کرد. ناگهان هیئت آقای مالکی بلند شد رفت و دو روز بعدش لشکرکشی شروع شد. مجاهدین هیچ مشکلی در چارچوب قانون با حاکمیت و با در واقع مشروعیت یک دولت انتخاب شده ندارن، همچنین با دولت عراق هنوز هم بعد از این حمله جنایتکارانه باز هم حاضر به گفتگو و مسالمت و مذاکره با حضور نماینده سازمان ملل، با حضور طرف سوم بوده و هستند. مشکل این نیست، مشکل اینه که مجاهدین در معرض طرح کشتار هستند. آیفانی، چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف عاملین اجرای این طرح‌ها که سپاه قدس باشه و عوامل عراقیش باشه. خب حالا یک موضوعی که مطرح شد و اون تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب در مورد چه خوب افتاد. نه، این بحث خیلی جدی شد، شما بیشتر از من اطلاع دارید. بله. زمینه به کجا رسیده این؟ بسیاری از طرف‌های حاضر به اقدام که طرف‌های اروپایی باشن، طرف‌های بین‌المللی، طرف‌های آمریکایی باشن، قضات و حقوقدانان برجسته
بارها سالهاست این مسائل رو مطرح کردن و اعلام آمادگی کردن. همین اواخر یه هیئتی از اروپا تحت ریاست آقای استیونسون رفتن به عراق، با تمام مقام‌های برجسته عراقی منهای مالکی ملاقات کردند. تمام این ملاقات‌ها حول این دور می‌زد که اروپا حاضره راه حلی، چه جغرافیایی و الزامات مربوطه 27 کشور اروپا، برای حل و فصل مسئله اشرف و انتقال اونها همکاری بکنه و این راه حل رو به کمک در طرف عراقی و طرف آمریکایی سازمان بده و به یک جایی برسونه. اما شرط هر گفتگوی در این باره اینه که این لوله‌های توپی که الان به طرف مجاهدین گرفته شده، به طرف در واقع زنان و مردانی، اونجا هزار تا زن مبارز زندگی میکنن، گرفته شده و این خاکریز دو متری که درست کردن با پهنای لازم برای نفربرها و زره پوشا، این رو باید جمع کنن، محاصره را بردارن تا ما بتونیم یک مذاکره سیویل مدنی انجام بدیم. آقای قاسم، چقدر امیدوارید که این اتفاق بیفته؟ همین اگر دولت مالکی همکاری کنه، اگر به چهارراه قانون و مسالمت برگرده، شانس و بخت زیادی وجود داره. ولی اگر برنگرده، یک نکته رو باید بگم، ذلت نمیپذیرن مجاهدین. همون حرف رستم رو میگن که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. خیلی متشکرم آقای کریم قاسم، شرکتتون در برنامه به بار دیگه. ممنون از شما.